هزینه 2000 میلیارد تومانی اربعین امسال بنا به گزارش ها به مراتب بیشتر از بودجه تخصیصی سالهای گذشته برای تامین مالی این مراسم مذهبی سیاسی است که هر ساله با شرکت میلیون ها زائر داوطلب برگزار می شود. بنا به گزارش های رسانه ها جمهوری اسلامی برای مراسم امسال اربعین بیش از 1000 میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه کشور هزینه کرده است. علاوه بر این بعضی نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها از جمله شهرداری تهران نیز با تخصیص اعتبارهای میلیاردی برای تجهیز کاروان های اربعین و ارائه خدماتی در زمینه اسکان، پذیرایی و تامین خوراک زائران در برگزاری این مراسم مشارکت دارند. برای برگزاری راهپیمایی حکومتی اربعین اما به مراتب هزینه‌های بیشتری صرف شده. رئیس ستاد مرکزی اربعین پیشتر از هزینه 12000 میلیارد تومانی وزارت راه برای تسهیل پیاده روی اربعین از توسعه سالن‌های مسافری و سیستم‌های خنک کننده برای زائران خارجی گرفته تا احداث صدها کیلومتر جاده برای کاستن از فشار ترافیک در مسیر حرکت زائران خبر داده بود. بنا به گزارش ها بیش از 45000 زائر پاکستانی در راهپیمایی جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. روز یکشنبه مقام های پاکستان از مرگ 12 تن از سرنشینان یک اتوبوس حامل زائران پاکستانی شرکت کننده در مراسم اربعین بر اثر واژگونی در استان سیستان و بلوچستان آن کشور خبر دادند. در آخر مرداد ماه نیز یک اتوبوس حامل زائران پاکستانی اربعین در استان یزد واژگون شد و آتش گرفت که سبب مرگ 28 نفر و زخمی شدن بیش از 20 نفر شد. علاوه بر این تسهیلات و تخفیف‌های ارزی برای میلیون‌ها تن از ثبت نام کنندگان و مشوق‌های نقدی و غیر نقدی اداره‌های دولتی برای تشویق کارمندان به مشارکت در این مراسم نیز دیگر ردیف‌های بودجه و هزینه‌های مراسم حکومتی راهپیمایی اربعین را تشکیل می‌دهد. هر بول من ها رو بکم نباید فراموش بشه. علی خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با هیئت‌های دانشجویی عزاداری اربعین را به جنگ تشبیه و تاکید کرد جنگ با دشمنان نباید فراموش شود. درست.